در همین حال وزارت دفاعی آمریکا گفته است که تاریخ اعلام شده برای خروج نیروهای تحت فرماندهی آمریکا از افغانستان قطعی و تغییرناپذیر نیست. روز جمعه جف مورال سخنگوی پنتاگون گفت که اگرچه ایالات متحده امیدوار است که نیروهای نظامی و امنیتی ملی افغانستان تا پایان سال 2014 مسئولیت امنیتی اکثر نقاط کشور را در دست گیرند، اما این تاریخ قطعی و قابل تغییر نیست، بلکه جنبه امیدوارانه دارد. همزمان با آغاز اجلاس لیسبون سخنگوی پنتاگون اعلام کرده که ممکن است تا سال 2014 نیروهای افغانستان هنوز در تمامی نقاط این کشور نقش رهبری عملیاتی را در دست نگرفته باشند و واحدهای نظامی آمریکا و سایر کشورها ناگزیر باشند پس از آن زمان نیز در افغانستان باقی بمانند. با گفته منابع خبری توافق بر سر آغاز روند خروج تدریجی نیروهای ناتو از ابتدای سال آینده و ادامه آن تا خروج کامل نیروها از اکثر نقاط افغانستان تا پایان سال 2014 از موضوعات اصلی در دستور کار این اجلاس است. پیش از این دبیر کل پیمان ناتو در سخنان گفته بود که اجرای طرح خروج نیروهای خارجی از افغانستان در مسیر درست قرار دارد. آغاز انتقال مسئولیت حفظ امنیت افغانستان به نیروهای داخلی کشور در اجلاس لیسبون اعلام خواهد شد. علاوه بر رهبران کشورهای عضو ناتو، حامد کرزی رئیس جمهور نیز به لیسبون سفر کرده است. قرار است در حاشیه این اجلاس با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و برخی دیگر از سران شرکت کننده در اجلاس دیدار و گفتگو کنند. با این همه ناظران تصمیم گیری و برنامه ریزی برای خروج ناتو از افغانستان را مهمترین چالش در برابر اعضای این پیمان در حال حاضر می دانند. مسئولان امنیتی در زون شرق کشور می گویند که در جریان عملیات مشترک تصفیه‌ای نیروهای افغان و بین المللی بیش از 50 شورشی کشته شدند. این عملیات مشترک در ارسوالی های اوتاپور و دره پیچ ولایت کنر به منظور پاکسازی از وجود شورشیان مسلح راه اندازی شده است. بر اساس گزارش ها در جریان این عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است. مسئولان امنیتی در این اواخر از پیروزی خود و از شکست شورشیان در شرق و جنوب کشور خبر می دهند. در تازه ترین اقدام تا یک عملیات مشترک تصفیه‌ای نیروهای افغان و بین المللی در شرق کشور بیش از 50 شورشی کشته شده اند. جنرال خلیل الله ضیائی فرمانده پلیس ولایت کنر به بی بی سی گفته است که این عملیات در ولسوالی های اوتاپور و درپیج ولایت کنر به اجرا گذاشته شده و هدف از آن پاکسازی این مناطق از وجود شورشیان مسلح دولت عنوان شده است. اما بر اساس اعلامیه نیروهای ائتلاف، آمار تلفات وابسته به گروه طالبان در این عملیات بیش از 40 تن خوانده شده است. این نیروها همچنان گفتند که از آغاز عملیات تا یک هفته تا کنون مقدار زیادی از اسلحه و مهمات مربوط به شورشیان به دست نیروهای مشترک قرار گرفته اند. از سوی هم طالبان در تماس به خبرنگاران محلی در این ولایت گفتند که در این عملیات بیش از 10 سرباز خارجی و افغان کشته شده اند، اما جنرال خلیل الله ضیائی آن را رد کرده و تلفات نیروهای افغان و خارجی را حدود 4 تن خوانده است. گفته می شود در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی به غیر نظامیان هم تلفات وارد شده است. پیشتر رئیس جمهور کرزی پس از مأموریت جنرال دیوید پتریوس فرمانده عمومی ناتو در کشور تأکید کرده بود که در جریان عملیات مشترک از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. از سوی هم نیروهای ائتلاف در یک خبرنامه از کشته شدن 13 شورشی دیگر در عملیات جداگانه روز گذشته خود در ولسوالی سرکانی در ولایت کنر خبر داده است. ولایت کنر از جمله ولایت‌های ناآرام کشورند که با پاکستان مرز مشترک طولانی دارد. این در حالی است که نیروهای تحت فرمان ناتو در کشور دو روز پیش هم از آغاز عملیات دیگر در منطقه نهر سراج ولایت جنوبی هلمند خبر داده اند. مرکز فرماندهی مشترک نیروهای بین المللی در کابل این عملیات را بزرگترین عملیات رهبری نیروهای افغان توصیف کرده است. از مسائل امنیتی و سیاسی که بگذاریم و دو گزارش اجتماعی و فرهنگی میپردازیم. عید قربان یکی از بزرگترین اعیاد بزرگ اسلامی در مناطق مختلف کشورمان امسال با مراسم و آیین‌های خاص و ویژه برگزار شد که مهمترین آنها قربانی کردن، پوشیدن لباس آراسته، عبادت، دید و بازدید و جشن و سرور بود. 3 روز عید گذشت، اما روز چهارم که روز جمعه است و تعطیل، بیروبار خاص خود را داشت. شمار از شهروندان کابل که تا روز چهارم عید فرصت دید و بازدید را نیافته بودند، تلاش کردند که با استفاده از تعطیلی روز جمعه به دیدن اقارب و نزدیکانشان بروند.
جاده ها مسیر رفت آمد هزاران موتر شخصی و شهری که با مشکلات ترافیک نیز همراه بود. حضور گسترده مردم در این جاده ها و سایر جاده های شهر نشان دهنده این بود که عید قربان رنگ و بویش را در چهارمین روز هم از دست نداده است. مردم اما در روز چهارم عید به کجا می روند؟ همان طوری که گفتیم به دیدار دوستان و اقارب و یا نه به تفریح و چکر. اما من به زیارت سخی جان رفتم و حال و هوای عید را در آنجا جویا شدم. از کودکان، نوجوانان و جوانان گرفته تا کهنسالان همه را در زیارت سخی ملاقات کردم. کسی با دوستانش و کسی هم با فامیل، اما همه با چهره های خندان و دل سرشار از امید. خدا را شکر که امنیت است و ما با خاطر آرام از خوشی های من تجلیل می کنیم. جمله ای که از بسیاری ها شنیدم. ما تانستیم از همه دوستا و اقارب خبر بگیریم و یکمتای شنیدی کنیم. واقعا در وضع امنیتی خوب ما بسر بردیم و هیچ کدام مشکل مواجه نشدیم در دمی سه روزی. اید فضل خدا، اید بزار خوب و خوش بود. در فضای کاملا امنیت و از خدا خواستار هستیم که امنیت بهبود بیافت و همیشه همین طور ها کلش در مجموعه اید باشه برای کلی امتنای ما. جوانان که نسبت به هر قشر دیگر جامعه مراسم از این دست را با آمادگی و شکوه بیشتر تجلیل می کنند، بیشترین استفاده را هم می برند. این پسر بچه جوان از روزهای عید می گوید و از تفریح و چکر با دوستانش. این روز روزی خوش برای تمام جوان ها، برای خصوصا برای ما و تمام اندیوالا و دوستایم می باشه و از این روز عید ما لذت بردیم، امرای بزرگا عیدی کردیم و برشان عید تبریک گفتیم. نامزدها هم فرصت را از دست نداده و تلاش می کنند قشنگترین خاطره ها را از روزهای عید با خود داشته باشند. خاطره هایی که تا آخر عمر فراموش شدنی نیست و به عنوان سبزترین لحظات زندگی به ثبت می رسد. آن هم که بدون هر گونه درد و سر و مزاحمت باشد. خب امروز نامزدم رفتیم در خانه فامیلا و دوستا، خانه کاکا و عمو و باسرا و بعدش امروز فرصت پیدا کردیم که بیایم زیارت سخی جان، بیایم و مردم رو ببینیم. واقعا که آمد امروز خیلی تجمع زیاد بود، واقعا خوشحال شدیم. همه امید به آینده بهتر و سعادت بیشتر دارند. آنان که دوره نامزدی را هم سپری کردند بیشتر از هر کسی دیگر به آینده خوشبینند. منظورم از این زوجه جوان است. بچه ها که ما از بخانوین آمدیم زیارت سخی کردیم، زیارت کردیم و برمیگردیم طرف خانه. بسیار خوشحال هستیم که همیشه همینطور امنیت برقرار باشه و مردم جمع باشن. عید قربان امسال هم با تمام خوبی ها و ناملایماتش گذشت. آنانه که به زیارت خانه کعبه مشرف شدند و در آستانه بازگشت قرار دارند حتما برای صلح و امنیت پایدار در کشور دعا کردند. دولت هم با استفاده از عید قربان از مخالفان مسلح خواسته که به پروسه صلح بپیوندند. به همین ترتیب ما هم خواهان زندگی آرام و مالامال از خوشی برای ملت سرفراز افغانستان هستیم.